شما کسایی که حداقل از دو سال پیش برنامه های مرا تعقیب میکنین، ظاهر دایی را حتمی میشناسین، یک استاد معظم از یک دانشگاه در افغانستان است، یک ملا، یک عالم دین، یک قائد اعظم که شاگردهای فراوان داره، از جمله علامه کوثر که ما او را میگیم ملا ماسومه، یعنی از کسایی به اونو اندازه دسپوس از اینا هستن. اینا که ما دعوی های اسلامی داشتن و ما فکر کردم که اینا در موزیم تخمای پچک همین مباحثات اسلامی مانده شدن رفتن، اما باز جرأت پیدا کرده و آمده و در همین وقتها در محضر اتحاد از شاگردایش که بیچاره دست نین خورد است و بعد از 40 سال جنگی بیچاره دیگه هیچ معلومات ندارن، قرار شیشتن هم تو سبحان الله گوی و با ای گوش میتن و ای در سر کسای گپ میزنه که به اصطلاح خودشان قرآنیون است، باز اینا قرآنیون زد دین میدانن، بخاطر از ای که یا به اساس احادیث نبوی ثبوت میکنه که اگر تو با قرآن ایمان داری تو کافر هستی، تو باید به گپ پیغمبر گوش بدی، و آل یا یک کتاب جور کردن، در کتاب از افغانستان عکس ما هست به عیس قرآنیون. در عصر حاضر ای منکرین سنت یا کسایی که خدا به نام قرآنی ها میگن، ای زندیقا، در عصر حاضر چه قسم اینا از کجا شدن؟ در عصر حاضر خب ایجا یک تعداد دیگر را تشریح میکنه که در عصر حاضر زندیقا که یعنی همین قرآنیون یا از کجا شدن، یک تاریخچه داره و یک تعداد مردم را معرفی میکنه و گویا ما هم اتو برچسب زده میشیم که ما از فالوورای از اونا هستیم، از شاگردای از اونا. ما به هیچ کسی هیچ وقت شاگردی نکردیم، تنها ما شاگردی قرآن میکنم، از روی قرآن یاد گرفتیم. بنانی که تاریخچه از این چی رقم است و است، ما به اینا هیچ گونه رابطه ندارم. آدم های هوشیار معمولا به عین نتیجه میرسن، شاید اینا هم به عین نتیجه رسیده باشن و والا ما یک خوشه معلومات ندارم. سعی کنین که بعد از اینکه عمومی میگن نام ما را میگن. و بعضی از افغان ها در افغانستان هم متاثر شدن و یکی از افغان هایی که در امریکا هست و همیشه صحیح بخاری در ناصحیح بخاری میگه، ای یک کس از بنام شفیع یار و ای خبیث هیچ کار ندارم، این سیدی های مرا که گیرید دیگه باز شروع میکنه سر مکه، او استاد دایی است که منشم چطور است چنان است، مرا در امریکات مشهور ساخته چنان است، مرا در امریکات مشهور ساخته. بازی میخواه که حال غیر مستقیم اگه افتخار به خود کمایی کنه که گویا ما از او کسایی هستم که شفیع یار کمی سیدی مرا بینه سرش گپ میزنه. ما ولا یک دو دقیقه از امی برنامه تا که میبینم داود صدها غلطی است، ما اصلا نمیتانم که در سر تو گپ بزنم. ما اینمی یک این قیقش میبینم یک ساعت سرش گپ میزنم و اگر کلش ببینم با ساعتها باید گپ دیم، یعنی گپ خود درست نیست. خو خیر امی افتخار داشته باش که گویا تو برای ما بسیار یک مهم آدم هستی، خیره. اما گفت در سر عزیز که میگه مرا بسیار مشهور ساخته، راستی راستی من اکتاد مردم هم مشهور ساختم. یک نفر بود، او هم یک پادشاه را بسیار مشهور ساخته بود. ما او را میگم که ای بفهمه که امی مشهور ساختن ما چی رقمی است. کدام نفر بسیار معتبر شده بود، پادشاهی را آورد در قصر و گفت که ما تو را میکشیم. گفت چرا سه؟ گفت بخاطر بسیار پیسه پیدا کردی، از کجا کردی؟ کارم نمیکنی یه چیزی؟ گفت ما کار میکنم سه. گفت چی کار میکنی؟ گفت ما شرط میزنم. در شرط خو هم برده هم باخته، در شرط خو کسی که پیسه دار نمیشه. گفت نه سه، ما هیچ وقت نمیبازم، همیشه میبرم. پادشاه گفت نه ایم کار نداره. گفت ولی سه امکان داره، این از جمله ما که خودت شرط میزنم که تا سبا ساعت 12 چاش خودت بواسیر پیدا میکنی. بواسیر یک مرض است که دمی پاکستان زیاد مشهور است، نه خونین بواسیر که علاج دمی دیوالای پاکستان در کلج زدگی است که در مقعد مردم ها معمولا پاکستانی ها میه. خب ای پادشاه گفت که خب ما کته چرت میزنم. خب پادشاه دلش جمع بود که ما خب بواسیر پیدا نمیکنم. سبا 12 بجه این نفر آمد، گفت صاحب چطور شده که اینه بر آمد؟ نه
گفت که نه شرط باختی بیار پیسر پرتو. گفت خب ما خب قبول کردن نمیتونم پادشاه سا ویچ ما قبول نمیتونم که شما نداشته باشین، ما میخوایم ببینم ماینه کنم. خب پادشاه مجبور شد که سورین خدا برهنه کنه و یکی تو میدید گفت نه صاحب صحیح معلوم نمیشه یک ذره ببخشی پادشاه زمین چشمای ما یک ذره ضعیف شده، اگر یکمه که خدا قاد کردین کمه که دگام یکمه که پوش سر بیاین در طرف کلکین بیاین یکمه دگه این پادشاه را همه تا قاد شده دمی پیش روی کلکین استاد کرد. بعد از او گفت والا صاحب راست میگه نبر آمده ما باختم این یک لک دلارتان. پادشاه گفت نه او یک لک دلار را خو میگیریم والا تو را میکشیم تمام دارایی تا مذب نکنم به خاطر که تو یک خدان دوزی میکنی چی میکنی که خب پیسه پیدا کردی. گفت نه صاحب ما شرط هم میبرم. گفت اینه میال خو باختی. گفت خیلی بیا سعی کن صاحب. طرف دم پیش کلکین استادش کرد که موجه یک 10,000 نفر استاد بود. گفت پادشاه صاحب ما بی یک لک دلار برای خودت باختیم کت 10,000 نفر ما 1,000 دلاری شرط زده بودم که ما پادشاه را ببخشین لسان ما کنلش ددان کلکین میارم. این اینال ما میرم از پیش 1,000 نفر 1,000 دلار میگیرم در حالی که برای خودت 1,000,000 دلار دادیم. و این پادشاه بسیار مشهور شد. چنان است مرا در امریکا تو مشهور ساخته و ما همین نفر راست میگه ما این را بسیار مشهور ساختیم و واقعا این گپش درسته. اما آقای چی دایی ادعا میکنه که ما گویا بر علیه سنت هستیم و بر علیه احادیث هستیم و از این خاطر ما کافر هستیم، چون تو نمیتونی که سنت قبول نکنی و حدیث قبول نکنی و مسلمان باشی. بازینال اینی جای یک آیت میاره اطیعوا الله اطیعوا الرسول ای را تشریح میکنه سعی کنین اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. وقتی که قرآن گفته که اطاعت از رسول کنین بنان آنجی که رسول الله صلی الله علیه و آله آورده او در حقیقت چی است؟ او در حقیقت امر است به اساس امر قرآنی. میگه خود خداوند میگه که پیروی کو از خداوند و پیروی کو از پیغمبر. وقتی که قرآن گفته که اطاعت از رسول کنین بنان آنجی که رسول الله صلی الله علیه و آله آورده او در حقیقت چی است؟ او در حقیقت امر است به اساس امر قرآنی. خود قرآن میگه شما اطاعت و ما آتاکم الرسول فخذو. پس وقتی که قرآن برگفته که ما آتاکم الرسول فخذو پس این حدیث وقتی که آمده معنای ضمیر میده که چی است؟ این مطابعت از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در حقیقت مطابعت از چی است؟ از قرآن است. و کسایی که مثلا مطابعت از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیکنن اینا مطابعت از قرآن هم نمیکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما قرآن داده شده و مثل قرآن بر ما داده شده. مثل قرآن معه چی است؟ احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که بیان قرآن است. نه و ملاکودن یه طور است. اول خویره پورا بخون اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. این حال تو بگو که اول الامر چطور میتونی که پیروی کنی؟ میگه از خدا پیروی کو، از پیغمبر و از بزرگان دین. اینی بزرگای دین کی است؟ اینی رهبرای دین کی است؟ یارا چطور میتونی که پیروی کنی؟ و اساس قرآن. چون اگر او از قرآن پیروی کرد میتونه که باعث کلان دین باشه، در غیر از اون نمیتونه. این حال خودت اینمی اشتباه شما در اینمی است یا بگویم شرک شما در اینمی است که شما میگین که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول یعنی رسول به چیز سنتش و به حدیثش پیروی میکنی، خدا را به قرآنش. تو چی کردی؟ تو شرک کردی. خدا را در ایجا گرفتی که قرآن، پیغمبر را در ایجا گرفتی بلا تشبیه که کتابش یا سنتش. بیاین آمده سر از این بحث میکنم باز کته شروع میکنم. باز این حال خود دیگه نشه که ملا کوثر وار بگروزینه و ملا ماسومه. این هم وقتت بحث میکنم خوبترین شیست که نبیگی باز گم نشو سرش گب ده. مام یک مسلمان تام ما تو را بحث کافر نمیبینم. شما خقه نامرد پس هستین که مرا کافر میگین. ما به خداوندم ایمان دارم، به پیغمبرم، به قرآنم، اما شما اینقدر کودن هستین که مرا کافر میگین. بیا اینه که ما در سرش بحث میکنم کتت.